حدود 40 روز از آغاز حملات روسیه به اوکراین می‌گذرد و حالا مقامات دو کشور یکدیگر را به ارتکاب جنایات جنگی و نقض معاهدات بین‌المللی متهم می‌کنند. جنایات جنگی چیست و این معاهدات چه می‌گویند؟ یکی از مهمترین معاهدات بین‌المللی کنوانسیون ژنو است. مجموعه‌ای از نشست‌های دیپلماتیک که به توافق کشورهای جهان با هدف محدود کردن تلفات غیرنظامی و کاهش آسیب به زندگی غیرنظامیان در طول درگیری‌های جنگی و در مناطق جنگ زده و در جهت قانونمند کردن درگیری نظامی و همچنین توازن برتری نظامی و حفاظت از غیرنظامیان منجر شد. در تاریخ بشریت قوانین جنگی همیشه به میزان شفقت نیروی پیروز بستگی داشت و شکنجه، تجاوز و غارت همیشه جزی از اشغال و سقوط شهرها به حساب می آمد. تا اینکه در سال 1859 هنری دونان، تاجر ژنوی که از طرف ناپلئون سوم امپراتور ایتالیا ملکی در اختیار داشت، شاهد نبرد سولفورینو از سری جنگ‌های اتحاد ایتالیا بود و مشاهداتش را در کتاب یادنامه سولفورینو چاپ کرد. رو در رو شدن با جنگ چنان اثری روی دونان گذاشت که پیشنهاد تأسیس گروهی متشکل از داوطلبان چند ملیتی برای رسیدگی به مجروحان جنگی و آسیب دیدگان از جنگ را داد و یک کمیته متشکل از خود او و چند تن دیگر در ژنو برای بررسی این پیشنهاد تشکیل شد. اکتبر 1863 گروهی از فرستادگان نظامی و پزشکی 16 کشور در ژنو جمع شدند تا بعد از فجایع جنگ‌های اتحاد ایتالیا و جنگ فرانسه و اتریش درباره شرایط اقدامات انسان دوستانه در زمان جنگ بحث کنند. معاهده حاصل از این مذاکرات که به امضای 12 کشور شرکت کننده رسید به عنوان کنوانسیون اول ژنو شناخته می شود. در سال 1902 با حضور 35 کشور موضوعاتی برای الحاق به کنوانسیون نخست بررسی شد که هدف آن حفاظت از مجروحان جنگی، اسیران نظامی و پرسنل غیر رزمی مانند پزشکان و نیروهای تدارک پشت جبهه بود. این توافق که به عنوان کنوانسیون دوم ژنو شناخته می شود جایگزین توافق 1863 شد. بعد از جنگ جهانی اول برای همه روشن شد که پیشرفت تکنولوژی موارد پیشبینی نشده زیادی را در جنگ پدید می آورد و توافق قبلی برای جلوگیری از مرگاور بودن مناقشات نظامی کافی نیست. هنوز تجربه و تبعات این جنگ زنده بود که لیگ ملل در سال 1929 تأسیس شد و پس از آن بود که ضرورت برخورد محترمانه با اسیران جنگی و ممنوعیت استفاده از تسلیحات کشتار جمعی در کنوانسیون سوم ژنو اعمال شد. منظور از تسلیحات کشتار جمعی سلاح‌هایی است که بی هدف کشتار می‌کنند، مانند گازهای خفه کننده، اشکاور و سمی، بمب‌های خوشه‌ای و مین‌های زیرسطحی. جنگ جهانی دوم اما باز هم نشان داد که توافق‌های قبلی به قدر کافی کارساز نیستند و این طور شد که در سال 1949 کنوانسیون چهارم ژنو با چند محور جدید تصویب شد. معاهده 1949 مفاد قرارداد را به جای صرفاً پیشنهاد برای کشورهای امضا کننده الزام آور کرد و همچنین با بررسی جزئیات زیادی از اتفاقات جنگ‌های پیشین تلاش کرد نواقص گذشته را جبران کند. این مذاکرات با تصویب لزوم حمایت از پرسنل و تجهیزات پزشکی، زیربنای غیرنظامی مانند بیمارستان و مدرسه، حمایت از غیرنظامیان، شهروندانی که برای دفاع از خود سلاح به دست گیرند، تاکید بر ضرورت دسترسی شهروندان به اقلام و کمک‌های بشردوستانه و همچنین در نظر گرفتن حق بهره‌گیری از کمک‌های صلیب سرخ به نتیجه رسید و به عنوان کنوانسیون چهارم ژنو جایگزین معاهدات قبلی شد. مدتی بعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه به تصویب رسید تا به عنوان یک قانون مادر برای این کنوانسیون و الزام آور بودن آن عمل کند. به دلیل همین الزام آور بودن، دادگاه‌های نظامی و بین‌المللی می‌توانند با استناد به آن سربازان، افسران، فرماندهان نظامی و حتی رهبران کشورهای درگیر مناقشات نظامی را به خاطر نقض کنوانسیون ژنو به عنوان جنایتکار جنگی مورد تعقیب قرار دهند. حالا بیش از 7 دهه از کنوانسیون چهارم ژنو می‌گذرد و هرچند جنگ‌های اخیر به ویژه در اوکراین و یمن نشان می‌دهد که درگیری‌های نظامی همچنان تلفات غیر نظامی زیادی دارد و برای جلوگیری از جنایات جنگی کافی نیست، اما مرور درگیری‌های دیگری در دنیای معاصر اثبات می‌کند که اجرای این معاهده بدون توفیق هم نبوده است.